بسم الله الرحمن الرحیم. بالای پروگرام ایورد 2013 بلانک داکمنت و چی گرو راسته بودیم؟ پیجلیاوت امروز؟ آره. پیجلیاوت که هست یک سری چیزایش تکراری هست، زیاد برای شما آسان است. خیلی آسان است. خب فقط متوجه باشید. پیج سفره مگر لیاوت شکل سفره ها. هر چیزی که مربوط به شکل سفره میشه یا دید سفره میشه تقریبا زیادی چیزا در پیجلیاوت جابجا کرده. خب پس اولین تبی که ما اینجا همراهش کار داریم یا کار می‌نیم برام پیج ستاب است که پیج ستاب اگر شما یاد مونده باشه در قسمت پرین اینم اینجا ما یک سری تشریحات را داده بودیم، نه اینجا خوانده بودید شما، اما در اینجا در منوی پیج لی‌آوت هم گنجانیده شده است. از جمله چند چیز تکراری است: مرجنز، اورینتیشن، سایز. اینم سه دانه بخش خود زیاد تکراریه. بعد در این قسمت که من کلیک کنم، بالای دایلگ باکس که من کلیک کنم، اینی بخش هم تکراریه. مرجنز است، پیپر است، یک لی‌آوت کار نکردیم، یک سری جزئیاتش را از همینجا بخیر باز کار می‌کنیم. خب مرجنس مفهومش چی رو میگن؟ حاشیه سفره میگه. شما حاشیه سفره از قسمت انتخاب میتونی مثلا به شکل نرمال باشه، به شکل لاست کاستوم باشه، نارو باشه، به این شکل باشه، به این شکل، هر کدوم که میخواستی. نرمال چی؟ خوبه. اگر باز تنظیماتی یا مثلا حاشیه هایی که شما میخواستید که اینجی نبود، باز بالای گزینه چی مورید؟ کاستوم مرجنس، یعنی بدل خواهی خود حاشیهش رو ثبت میتونی. مثلا طرف بالا تاپ میگه، لفت طرف دست چپ، باتوم طرف پایین، رایت هم طرف دست راست. شما میتونی از چهار طرف حاشیهش رو کم بکنی، به طور مثال به این شکل، یا زیاد بکنی، یعنی بدل خواهی خود جرم شما. گیدر هم تشریح دادیم برای شما، اونم قسمتی که سنجاق میزنه یا استبلر میگه، استبلر میزنه، اونم رو به نام گیدر یاد میونه. آره شما میتونی اونم حاشیه‌ای که مثلا همون طرف کتاب یا چپتر که سنجاق میزنی، میتونی حاشیه از همون قسمت انتخاب کنی، از این قسمت پوزیشن موقعیت رو انتخاب کنی، لفت تاپ رایت، هر کجا که میخواستی ما کم کنی، طرف راست رو به طور مثال میتونی یه کم و زیاد بکنی. تازه اورینتیشن داره، پر چی لندسکیپ داره، پورتریت داره، از اینجی که نمیاره شما در بخش پرندم خوانده بودید. خب ای از این خلاص دیگه اورینتیشن هست، عمودی و افقی صفحه هست، چیزی که در پیج ستاب در این قسمت هم بوده، شکل صفحه. ایرم نظر به محتویات داخل صفحه یا داخل صفحه ورد شما این کارو بونید، یعنی کاغذ تغییر میدی، به حالت عمودی میگیری یا به حالت افقی میگیری. هر قسم که محتویاتی که شما میخواستید درج کنید، نظر به محتویات داخلی صفحه ورد کارو مونی. خواه یک قسم نه که حواسی مثلا روتیت کنی بچرخانی، یک قسم نه، مثلا سرتیفیکیت جور می‌کنی، سرتیفیکیت مناسب است که شما با کاغذ جور کنی، افقی جور کنی. مثلا جدول جور می‌کنی، جدول‌های شما مناسب شاید باشه که یعنی در این قسم جایی نشونه، شما بتونید در این قسم جای کنی. فرض کو بینی اساسا و بینی دلیلا شما لندسکیپ انتخاب می‌کنی. سایز خو معلومه، سایز چی هست؟ کاغذ. یعنی اینجا دما بند می‌کردی، هر سایز را که شما می‌خواستی بالاش تایپ بکنی یا بنویسی انتخاب می‌کنی. اما اگر این نو بدل خواهی شما پیدا نشود، بالای مور پیپر سایز کلیک می‌کنی، از قسمت پیج ستاب میتونی هاید و ویت رو چیکار کنی؟ تنظیم بکنی خودتون. ویت عرضش رو میتونی انتخاب کنی، هاید هم بلندیش رو میتونی بلندیش رو کم بگیری یا مثلا ویت رو کم بگیری، مثلا زیاد بگیری، بدل خواهی خود تنظیم کنی. بعد کلیدش رو فشار میدی، اوکی. اگر صفحه ای که دائم نیاز داشتید، باز بر شما سیت از دیفولت هم میتونی که برای دائم انتخاب شود. اپلای تور هم خواندیم دیگه. اینجا اینم قدر چیزا هست دیگه. در قسمت سایز هم خلاص شد. کالم که هست جدید است در قسمت پیج ستاب، در پیج لی‌آوت اضافه شده. این زمانی به درد می‌خوره که شما دو ستون یا سه ستون خط بخوای در یک کتاب یا در یک چپتر یا مثلا مقاله بخوای بنویسی، باز اون در اون صورت از این استفاده می‌کنی. مثلا من اینج زمانی که خط نوشتم، اونم میگم کاش که در دو ستون نوشته می‌شدی، مثلا در یک ستون نبودی. پس از اینج می از قسمت کالم شما تور می‌گیری، ببینید یک ستون دیگه می‌تونم طرف راست بنویسم. اما شما با کلیک کردن در طرف ستونی طرف راست نمیه. ببین هر چقدر کلیک کنی، دبل کلیک کنی، اینمی کرسور نمیه که اینمی اینجا ما شما نوشته کنی. اگر نوشتم بکنی، بازم سر یک ستون چی میشه؟ نوشته میشه. به خاطر اینکه یه ستون به ستون دیگه انتقال پیدا کنه یا بیای اینمی کرسور، باز او وقت شما از بریک هم استفاده کنی. می بالای بریک اینج کالم پیدا کنی، بریک کالم بریک همین که انتخاب بکنی، در ستون دوم ما را بود. مثلا در ستون دوم مثلا فرض کن معلومات تایپ کنی، مینویسی چند تا ستون چی؟ دو تا. باز اینا را جستیفاید هم میتونی. خب پس دوباره اینا را مکمل چه انتخاب کنی، میای در منوی هوم، از این قسمت ما شما خوانده بودی چند تنظیم سازی مونی، منظم سازی مونی که خط برابر و صحیح نشته شده به این شکل. مثلا بعضی از مجله ها یا بعضی از کتاب ها را دیده باشی، مثلا این رقم به دو ستون یا به سه ستون نوشته شده، ممکنه شما هم به همین شکل استفاده بتنید. البته این مهم نیست که حتمی شما از این شکل از این قسم استفاده کنید، ممکنه بدل خواهی خود اگه نوشته کنی بهتر شی از تکست باکس هست. نه شما تکست باکس میتونید سه تا ستون، چهار تا ستون، یعنی بدل خواهی خود رسم کنی یا تنظیم بتنی.
اینا یک بدی داره که بعدا نه البته میتونی تغییرات بالاش بیاری ولی کم. مثلا فرض کن اگر ما بخوایم این 3 تا ستون جور کنیم، میایم زمین تریر هم انتخاب میکنیم 3 ستون شد و لفت بگیریم به این شکل، یک تغییرات دیگه میتونی بیاری. مثلا رایت بگیری این قسم هم یک تغییرات میتونی بیاری، اما او قدر زیاد نه که هر کدام جدا جدا بخوای یک طرف کش کنی، او قدر امکانات نداریم. ولی بهترین راه اونم چی بود؟ تکست باکس بود. مور کالمز یعنی کالم های بیشتر، وان کالم، تو کالم، تری کالم، لفت، رایت، شما نمونه هایش را از اینجا خوش کنید. و نمبر اف کالم، اگر شما بیشتر از 3 دانه ستون میخواستید یا 3 دانه کالم میخواستید باید این گزینه را انتخاب کنید تا بیشتر شد. مثلا ما 4 تا میخواییم، فقط اوکی میگیم، اینمی متن به 4 دسته یا به 4 ستون چی میشه؟ تقسیم میشه. ما این را فارسازی میدونم پس دوباره. پس منظوری از ستون فام دید دیگه نه؟ پس مور کالم یعنی ستون های بیشتر، اگر 4 تا جور مونیم، 2 تا جور مونیم یا 3 تا دینی میخوانه تایب مونیم. رایت تو لفت میتونه از اینجا هم جهت چه تغییر بده، از طرف راست به چپ شوه، میتونه شما انتخاب کنی، فقط میگی اوکی به این شکل تنظیم میشه. باز در قسمتی کالم میگی مور کالم. و لاین بیتوین، یک دانه لاین در وسط چی بیه؟ در وسط هر ستون یک دانه لاین بیه، اوکی میگی، یک دانه لاین یک خط کشی میه، کنترل پیک بزنی به این شکل هم با چی میرسن؟ به چاپ میرسن. پس در قسمت مور کالمز میای اینجا یک گزینه ایکوال کالم بیت که غیر فعال بکنی، یعنی ایکوال کالم بیت منظور چی هست؟ که این سه تا ستون مساوی باید بیه، اما اگه این غیر فعال مونی این جنوم ستونایی که شما در روی صفحه ایجاد کردی اونم فعال میشه که ویت چی چند باشه. ویت هم عرض مگنه 1.83 1.83 کلگی از یاست، ممکنه شما این را تغییر بدی، یعنی کم زیاد کنی، مثلا بگیم 2.3 باشه. اسپیسینگ منظور چی هست؟ چی هست؟ فاصله ما بین ستون ها که هست، مثلا این از قسمت تا به این قسمت به نام اسپیسینگ یاد نه، شما میتونی فاصله اش را مثلا بگی بیشتر باشه، 1 اینچ باشه، اصلا بگیم اوکی ببین فاصله هاش ما بین هم دیگه چقدر زیاد شد. یا به طور مثال میخوایم فاصله اش از حد تر زیاد شده پس دوباره کم کنیم، به اینی اندازه کنیم که خط جایش از 0.1 مثلا اوکی مونیم، به اینی اندازه فاصله هاش چی میشه با هم دیگه کم میشه. پس ای از جزئیات چی بود؟ کالم. اگه میخواست اینجا البته یک چیز دیگه هم دارید، اپلای تو دس سیکشن، بالای عظمی سیکشن تطبیق شوه، دس پوینت فوروارد بالای عظمی صفحه تطبیق شوه، هول دکمنت یعنی در تمام صفحات تطبیق شوه. یعنی تنظیمات ممکنه یک صفحه کتاب شما دس سیکشن بگیرید، هم بگید امز صفحات تغییرات به 3 تا ستون داشته باشه، اما در صفحه بعدی که مریم میگیم که چی باشه؟ یعنی تغییر کنه. پس ما میگیم میگم دس سیکشن اینمی 3 دانه ستون یا 2 ستون میخوایم، فقط دمز سیکشن تغییر کنه. اوکی. حالا در صفحه بعدی که ما مریم فرض کنیم میایم در پیج لی اوت تا بالای بریکس اینجا چی کار میگیریم؟ از نکست پیج. در صفحه بعدی دیگه ای کار نداره، از اینجا گزینه نه نه و نه انتخاب مونیم، اینجا کلیک مونیم معلومات به طور مثال ترای مونیم. حالا با صفحه بالا ارتباط داره نداره، این رقم خود نوشته شد، این هم رقمی خود، به خاطری که من از قسمت بریک سیکشن چی رو تغییر دادم، اما از قسمت مور کالم اینجا گفتم اینمی تنظیمات اینمی تغییرات بالای عدم سیکشن بیاید. مشکل خود زیاد نیست نه؟ بعدش به نام بریکس هست. بریک یعنی خود چی؟ در اصل قط کردن هست داده اینجا خواه، یعنی قط مونه بریکس. ببین یک سفرم از وسط اینجا نصف کده، آیکن چرم به همون شکل یک آیکن قط شده مونده. دو تا تب داره، تب اولیش مربوط به پیج بریکس هست، یعنی صفحه ها را قط می سازه. تب دومی که هست مربوط به چیه؟ سیکشن. سیکشن هم گفتیم بخش هم مگه، حصه هم مگه. شما اگر قرار باشه بخش کتاب رو تغییر بدید یا مثلا موضوع کتاب شما تغییر کنه فرض کو، شما باید سیکشن خود حتمی ایجاد بتنی. اگر سیکشن ایجاد نتنی یک مثال چه می بود که اصلا همو شماره بندی صفحه خود صحیح نمیشه، تو تمام صفحات ما از پشت گرفته تا ختم کتاب 1 2 3 مثلا شماره مسلسل تایپ میشه. اما قسم است نه، یگانه مثال واضحه که نمونه است که زیاد مردم مشکل داره. در غیر از زیاد مشکلات های دیگه هم هست، مثلا اصلا شما فهرست جور نمونی، یک پشت جور مونی، اما پشت هم میگی که در قسمت بالای کتاب باشه، متن کتاب از صفحه دوش روشونه، ولی در نیمزی پشت هم یک سری تنظیمات ها اگر میتونی جور کنید شما باید بگیری که دس سیکشن، یعنی در سیکشن بعدی هم اگر بگیری یعنی به این معنی که کل صفحه این کار میشه. به طور مثال ما یک مثال البته زیاد کار کردیم، یک مثال چی که دیروز نمینج خواندیم در قسمت باردر میامدی از همینج پیج باردر انتخاب میکردیم، مثلا یک نوع چوکات از همینج خوش میکردیم، به طور مثال فرض کنیم اینمی چوکات از همینج نوشته یعنی اپلای تو کجا اپلای شوه؟ هول دکمنت یا دس سیکشن؟ میگم دس سیکشن. اگر هول دکمنت بگیریم چی رقم چی معنا میده؟ آفرین، تمام صفحه. پس سیکشن اگر داشته باشید شما میتونید دس سیکشن انتخاب کنید، بعدش اوکی بگید، فقط تغییرات بالای بودا اومده بالای از همین سیکشن اولی اومده. این زیاد مهم است. خب
پس در پیج لیاوت میم بریکس یعنی قدر زیاد کار هسته. پس تب دومی مربوط یعنی معنای سیکشن هسته فهمیدید تا حالا نفهمیدید؟ اولیش نوشته پیج یعنی شما اگر قرار باشه صفحه ها را مثلا قط بسازی سفر از وسط قط کنی از پیج استفاده کنی. به طور مثال ما خط نوشته کردیم تا این قسمته اما می خواهیم این سه پروگراف خط در صفحه بعدی انتقال پیدا کنه. مستقیم کرسر شما در این قسمت بگذارید میایید در قسمتی بریکس میگیم پیج بریک یعنی ببین اینو سه دو تا پروگرافش در بالا من سه تا پروگرافش در جواب در صفحه پایینی اومد یعنی وظیفه پیج هست. دیگه چی کالم خوب بیشتر کار کردیم با مثال دیگه نیاز نیست برایش مکار کنیم. خب یم اونم رو داخل صفحه بالا اینو من چی کرسر رو می‌ذاری اینو میره که وقتی که انتخاب بدی این طرف صفحه بالا خود چی بود این بالا منه این پایینیه. اگه وقتی میخوای که نه این رو جابجا کنی بخی باز وقتی رو راست کلیک کنی انتخاب کنی کات میگیری خان کات میگیری میده صفحه بالا اینی راهش هست که انتقال بدی پست میگی اینجا از اینجا فقط سفر قد مونه خان و اگر یم که قد بکنیدم می بالا میمونه این پایین فرض کنم همون چیزی که تو میخوای اونم چیز شد. در بریکس دیگه تکست راپینگ تکست راپینگ که هست وظیفه انتر اجرا میکنه یعنی عین انتر عمل میکنه فقط تفاوتش در چی هست که شما اگر از کیبورد در روی صفحه ورد انتر بزنی پروگراف حساب میشه یعنی هر انتر شما یک پروگراف خط حساب میشه خب و اما از اینکه استفاده کنی تکست راپینگ بریک استفاده کنی این پروگراف حساب نمیکنه. به طور مثال ببین ما در اینجا هر جایی که انتر زدیم آل میم از بودم بونم در منوی هم پروگراف مارگ ای را فعال سازی بونم در هر جایی که انتر خورده ببین یک نزی علامت در شده در هر جایی که انتر خورده یک نزی علامت در شده در هر جایی که انتر خورده یک نزی علامت در شده. مثلا ما اینجا خط نوشتم بونم به طور مثال نام میگم اینم اینجا باید من انتر ندنم میم از چی استفاده مونم از پیج بی هاو پیج بریک تکست راپینگ بریک ببین اینی یعنی علامت نمخورده مثلا نوشتم بونم به طور مثال فادر نیم مثلا میم میگم انتر نمیزنم ما از پیج بریک میگم از خط بالایی به خط پایینی میایم مگم پروگراف با ما حساب نکنه فقط تفاوت چینی نیست دیگه هیچ تفاوت هم نداره. این وظیفه تکست راپینگ بریک هست دیگه در پیج لیاوت میم دیگه بعد از اون چی هست میم سر سیکشن سیکشن بازم کار کنم برای شما یا که نیاز نخواهیم باشه. خب این سیکشن یعنی نیکست پیج در صفحه بعدی که رفتی در صفحه بعدی ما را ببر اما سیکشن هم چی کو در چی گفته انزر سیکشن break and start the new section on the next page اره؟ و گزینه دومیش چی مگه؟ مگه continuous continuous به این معنی که به این شکل مسلسل ادامه پیدا کرده برای یک صفحه مستقیم در هر صفحه بعدی که تو رفتی سیکشن هم جدید کن صفحه بعدی سیکشن هم جدید کن صفحه بعدی سیکشن هم جدید کن یعنی ادامه دار برو به این معنی continue و دو تا گزینه که در آخر ممانه نوشته یکی event page نوشته یکی art page event page منظور چی هست که صفحه های جفت فقط تو سیکشن چه تغییر بدی. اگر ما این رزمو دکنم ببینید انتخاب مونم مستقیم ما را در صفحه چندم مبارم؟ چار یعنی صفحه چار سیکشن چی شد؟ جدید شد. بازم بخواییم صفحه جفت سیکشن چی را بدل کن بازی را انتخاب مونی همین که انتخاب بکنی در صفحه چندم ما را مبارم؟ ششم صفحه ششم سیکشن چی را جدید میسازم. اگر بازم بگیم به طور مثال بگیم ایوان پیج صفحه هشتم سیکشن چی را جدید میسازم. فهمیدید منظور چی را؟ ولی اگر بیاییم بگیم آرت پیج یعنی صفحه تاق سیکشن چی را جدید می‌سازه بالایش کلیک کنیم صفحه تاق چی شد سیکشن چی جدید شد. بازم که بریک بیایی بگیم که آرت پیج یعنی صفحه چندم یازده هم یازده تاق جفت تاق است. منظور از یار فهم دید نه؟ یا اگر زیاد برای شما سختی مونه از نیکس پیج باز مثال کار کنم برای شما و ای اگر سیکشن چی خوب بشه که سیکشن را ایجاد بکنید یک مثال واضحه که نمیره سرش کارم کنیم گفتیم گزینه لینک تو پروژه فعال میتونی آره در غیر از اون که خود رو بکشیم فعال میشه یعنی این با او ارتباط داره. پس این بود مربوط به چی بریک لاین نمبر لاین نمبر اگر بگیری کانتینیو سر هر خط یک دونه نمبر میخوره مثلا ما در اینجا خط نشته کردیم یک بار کنترل دبلیو میگم نه دون سیو میگم کنترل ان صفحه جدید میگیرم میم در پیج لیاوت در بریک نه در لاین نمبر ببخشید کانتینیو میگیرم کانتینیو که بگیرم اگر من قرار باشه یک جای خط نوشته کنم ببین سر هر خط یک شماره مفته مثلا نوشتم به فادر نیم مثلا انتر میزنم همین که انتر بزنم شماره میده خودش خلاص به همین شکل و نوشتم مثلا لاست نیم کلیدی انتر ببین خودش شماره پیدا مونه و من اینجا فرض کنم جزئیات زیاد نوشته کنم مثلا به این شکل تا صفحه تا شماره 20 رفته بازم که F4 رو بگیرم در صفحه بعدی هم که مرم در صفحه بعدی هم که مرم سعی کنم نمبر
ادامه داره. کانتینیو که بگیری یعنی از یک شروع میشه تا که خلاص نشه. اما اینجا یک چیز چند تا گزینه های دیگه هم داری. نوشته که رستارت ایچ پیج. منظور از چی هسته؟ هر صفحه که ختم میشه نمبرم از سر شروع شده. نمبرم رستارت شود. پس من اگر این را انتخاب بکنم حالا به صفحه اول سیکو به طور مثال از یک شروع شده تا 32 ختم شده، اما صفحه بعدی چند شروع شده؟ از یک شروع شده. گزینه بعدیش چی میگه؟ نوشته کرده که رستارت ایچ سیکشن، یعنی هر سیکشنی را که شما جدید میسازی نمبرم از چند شروع شده؟ از سر شروع شده، از یک شروع شده. برای فعلا من اگر این را انتخاب بکنم سیکو دو صفحه داریم، صفحه اولی تا 32 ختم شده، ادامه چند شروع شده؟ از 33. چرا اجدا نشده؟ به خاطر که سیکشن نداریم. آفرین. در بریک میاییم میگویم نیکست پیج. این دفعه از چند شروع شدن بر؟ از یک شروع شد. پس معنای از اینم بخیر فامیلی. دیگر نوشته سپریس پر کرن پیج پروگراف. منظوری از این است که نیمه قسمت سپریس کو پاک و 42 و 43 و 44 نباشه. پس میاییم در قسمت لین نمبر میگیم سپریس. ببینیم یک پروگراف لین نمبرش چی میشه؟ قطع میشه. یکان وقتا ممکنه نیاز باشه. البته زیاد این کار خوبی هم نیست. در بعضی کارا نمیشه که مثلا سر در هر خط سری هر خط شماره بزنی، اما یک وقتی اگر نیاز شد دیگه امکانات مانده دیگه برای ما نه. پس اگر نیاز شد شما شماره بندی می‌کنی. یه خوبی که داره البته اتومات شماره می‌زنه، این نمی خوبی داره، اما شما اگر با دیست بخوای نوشته کنی زیاد وقت گیر است. پس مین در قسمت لاین نمبر، لاین نمبرین آپشن ما رو مستقیم در قسمت پیج ستاپ می‌بره. از این قسمت لاین نمبرین شما می‌تونی اد بکی، می‌تونی که مثلا غیر فعال بکنی. استارت ات از چند شروع شونه؟ یک نفری هست شما پرسان نمیگه که لاین نمبر مثلا از 100 شروع میتنی از اینجی خوگیاره. اینجی می استارت ات انتخاب مونی بس مگیر از چند شروع کو؟ از 100. 100 نشته مونی. فرام تکست از متن چقدر فاصله داشته باشه؟ شما آتو را انتخاب مونی دل شما یا که سایز دل خواه را در اینجی ثبت مونی دل شما دور را دارید خواه؟ دیگه نوشته یک کاونت بای به اساس چی پیش بره؟ به اساس یک دو سه پیش بره مگه گفته رستارت ایچ پیش هر صفحه که جدید شروع شونه نمبرم از سر شروع شونه یا کانتینیو باشه یا رستارت ایچ سیکشن باشه یا کانتینیو باشه که ایره پیشتر در اینجا کار کنید. معنای از یاره فهمیدید؟ آفرین. پس اوکی میگیم، بعدش هم اوکی میگیم. حالا چند شروع شد؟ از 100 شروع شد. فاصله شم این شکل گرفتیم. شما میتونید فاصله شده بگید نه اشتباه شد. در قسمت لاین نمبر میاییم، در قسمت لاین نمبرش کلیک کنیم، اینجی آتو میگیریم خواه، اینجی رو پس صفر میگیم، صفر میگیم، صفر میگیم، بینی اندازه آتو، بعد اوکی میگیم، بعدش هم اوکی میگیم. ببین فاصله شی اینی اوتوماتیک خودش چی مونه؟ درج مونه. دیگه نوشته که های فینیشن. های فینیشن یک خط دش رقم به نام های فینیشن در اینجی مگه ببینید که این علامه گذاری هم کردم. مثلا شما در آخر خط نیاز میشه که افغانستان رو بنویسی، اما افغانستان که می نویسی کاملا جمله افغانستان در خط پایین انتقال پیدا میکنه. به خاطر از اینکه انتقال پیدا نکنه اینمی های فینیشن اوتوماتیک میگیری شما. به طور مثال من اینمی اینجا فرض خط نشته کردم دمی آخر که میایم اینمی اینجا مثلا نوشتمونم که افغان مثلا افغانستان، همین که افغانستان نوشتمونم مگم اینقدر جای میگیره در بالا، اما تمام که میخوایم که دیگه چی رو نوشته کنم در خط چی میه؟ در خط پایین میه. اما هایپرشن از همین کار جلوگیری مونه، این رو اوتوماتیک میگیری شما. زمانی که اوتوماتیک بگیری ببین ای اف میه یا خط دش، ادامهش هم در خط پایین چی میشه؟ درج میشه. یکی از درس‌های زیر ما ترشید مشی در قسمت پروگراف بود، در لاین اند پیج بریک بود. یعنی من جنشته که دو نات هایپنیت. یعنی میره اگر تک مارک کنی به این معنی که هیچ به ما نمیزنه، فقط اوکی میگیم ببین قطع شد. اگر پس در قسمت پروگراف بود یه غیر فعال بکنی یه نه همشه باشه، اگر اوتوماتیک باشه مبتل است. یه البته در انگلیسی زیاد معنا شاید داشته باشه، در فارسی یه قسم دیگه نمیشه. خب نیازی نیست که کارا رو بکنی، فقط زیادیشی مربوط به انگلیسی میشه. معنای های فینیشن رو فهمیدید؟ اتوماتیک منوال بدل های خود شما میتونید جایش رو تغییر بدید و این گزینه های بیشتر از این شما این کارو میدید. مثلا لیمیت چی باشه، اتوماتیک باشه، نباشه. یک سری تنظیمات های دیگه هم در این قسمت شما دارید. منوال چرا خوش مونید مثلا از کجا بزنه نزنه. پس از های فینیشن و بالای دایلگ باکس کلیک کنم، بازم ما رو در قسمت پیچیده تر در قسمت چی میبره؟ لفت. ای شد خلاص. لاین نمبر از بین ببری، گزینه چی رو انتخاب کنی؟ نه. دیگه از یا که است تکراری نوشته اند، نوشته اسپیسینگ. اگر من خطا رو انتخاب کنم در مجموع مثلا اینی لفت طرف لفت از طرف چپی طرف میاره، اگر رایت بگیری از طرف دست راست، بی فور بگیری از طرف بالا به پایین میاره، افتر بگیریم از طرف پایین به بالا فاصله شون زیاد کنه،
یعنی میار البته ما یک وقتی در مینوی کجا کار کرده بودیم؟ در مینوی هم بود ام جی کار کرده بودیم برای زمینه بیفور تیس افتر بیفور افتر از این جی یک سری چلایشی که دینی قسمت هم هسته بینی شکر یا چون میانه که اینا تکرار هسته و بقیه ازی تاقیم خوب بیزو تکراره پوزیشن رپ تکس برینگ فارورد سنتر بکورد سلکشن پن آلاین گرو گروتی خان سلکشن پن که هستن گوجا هسته اینجی اگر در صورت شما رسم یا مثلا تصویر یا پیکچر که بیاری کل گیم زیاد چی میشه فارم چون مثلا یکی رسم مونیم کنترل میگیریم یکی سه تا به طور مثال رسم کنیم او وقت در مینوی پیج لیاوت می دل شما از گزینه ها کار مونی دل شما که از قسمت فرمت اینجی دارید اون گزینه ها رو ببین دینی قسمت هم هستن اما از پیج لیاوت که بیایی سلکشن پن که هستن یعنی حالت های آبجکت به شما نشان میده که چند تا آبجکت رکتنگل یک سه رسم کردی دو رسم کردی یک رسم کردی از اینجا میتونی شما جابجا بکنی اینا را شوال بگیری هایدال بگیری موقتا پس دوباره میتونی بنهان کنی و میتونی شو کنی از قسمت اینه میقدر کاربرد داره دیگه خلاص و دیگه چی رو نفهمیده بید؟ الان جهت های از رو تغییر میده مثلا الان سنتر باشه الان لفت باشه تاپ باشه مثلا بینی اندازه باشه میگیم که نه الان سنتر مثلا بینی شکل باشه یا الان لفت باشه که این امنا را چی مونه؟ جاهایش رو تغییر میده فهمیدید؟ موقعیت تصویر شما انتخاب میده دیگه؟ خلاص شد؟ پوزیشن همو فهمید؟ رپ تکس همو فهمید؟ برینگ فارورد، سنتر بکورد، روتیت، گروپ که چی زمان فعال میشه سیدیم؟